دهم فروردین ماه 1397 خورشیدی و 3 مارس 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به بخشی از جمعیت کشور که به دلیل ابراز عقیده حق کار کردن ندارن، حق زندگی ندارن. پرده آخرم آخر برنامه. تقدیمی این هفته از زندانیان غیر سیاسی است که بدون دلیل و مدرک میافتند زندان چون پول ندارن قاضی فاسد رو بخرن. تقدیمی به صادق لاریجانی. طرف 2 سال، 3 سال، 6 سال، گاهن تا 10 سال هم شده حبس کشیده و بعد تبرئه شده. هیچ ادله‌ای بر علیه ایشون نبوده، بر علیه کسی که به عنوان متهم حاضر شده و متهم رو به عنوان مجرم کردن داخل زندان و در ابتدا به ساکن شاید حدود 1 سال، 2 سال هم در انفرادی اینها رو نگه داشتن. به این جمله خود بنده که به جرم کار نکرده 7 ماه در زندان بودم، 4 ماهش در سلول انفرادی. بعد که تبرئه شدم که روح هم از جریان خبر نداشته، اومدم پیش آقای بازپرسی که هم حکم قاضی رو داره هم بازپرسه، فقط میگه ببخشید. یک کلمه ببخشید یعنی 7 ماه از زندگی من ساقط شده، آبروم، اعتبارم، کارم، زندگیم، هستی و نیستیم از بین رفته. فقط این آقای یک کلمه میگه ببخشید. و بعد حالا قانونی داریم که شما بر حسب مجازاتی که شدی بیگناه بیا به در ازای هر یک روز 30,000 تومان قوه قضاییه به شما میده. این یک طرف قضیه. بعد که میری دنبال اون که بگی خب یه مو از خرج کردن غنیمت، حداقل اینا که این مدتی که من حداقل من بتونم از اینا یه چیزی بگیرم به عنوان خسارت، میری شورای تجدید دادگاه تجدید نظر پارک شهر جنب کاخ دادگستری، ریاستشون آقای یه قاضی به نام دکتر لطفی میگه آقا ما اصلا یه همچین کمیسیونی نداریم. شخصی اونجا بود 12 سال زندان بوده، بعد از 12 سال تبرئه شده و متوجه شدن این آقا بیگناهه. پیگیر شدم، دیدم قریب به 400-500 نفر اون چیزی که من تونستم متوجه بشم که 100% بیشتر از این حرف هاست، از 3 ماه تا همین ماکزیموم 10 سال خورده ای تو حبس بودن بدون علت، بدون مدرک. ولی توی ایران بیدر و پیکر طرف قتل کرده، تو انفرادی من بودم، قتل کرده رو آوردن به دلیل پارتی که داشت، خودش اعلام کرد هم پارتی داشتم هم پول دادم، گفتن آقا شما اصلا شما نبودی، کی شما رو به جرم قتل گرفته، اشتباه شده، پول رو داده بود داستان عوض شده بود، پول داده بود کار قتلی که انجام داده بود نامزدش رو کرده بود زیر ماشین. بعد گفتن نه آقا شما چیزایی که خودش تعریف کرد پیدا اون چه لایسنسی که تو سلول انفرادی با من بود، ولی خب بچه پولدار بود و رابطه دار، ارتباط دار با سران. این چه مملکتیه؟ سخنرانی نوروزی رهبر معظم در مشهد در آغاز سال 1397 خورشیدی. قبل از شروع سخنرانی البته مهمه به اندازه خود سخنرانی توجه بفرمایید که مردم همیشه در صحنه وظیفه‌شون رو انجام میدن، ایشون هم جواب میفرمایند. از بیانات ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، بهره‌مند خواهند شد. و اما الان شعار همه ما و شما این است: این همه لشکر آمده، خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی ممنون. بعد از این شعارهای ابراز عشق به پیشوا که حالا ما آمدیم نمیم یه دقیقه هم نشد پخش کردیم، 5 دقیقه طول کشید، اینا شعار دادن برای رهبر و
و رهبر نشسته با تبختر نگاه میکنه، بعد میفرماد متشکر، خیلی ممنون. بعد ایشون درباره استقلال و آزادی صحبت میکنن که حالا استقلالش بماند، یه موقع دیگه بهش میپردازیم. درباره آزادی در جمهوری اسلامی ببینین امام خامنه ای چه میگن. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی انتخاب، آزادی عقیده، اینا هست، هر کی بگه نیست دروغ گفته. بزنین یکی یکی بریم جلو. فقط با یک مثال، آزادی فکر هست. آزادی فکر یعنی چی؟ قاعدتا تصور میشه که فکر آدم ها سانسور کردنی نیست دیگه. فکر کردن، فکر تو کله آدم هست، کسی که نمیدونه. الان شما چه فکری دارین میکنین؟ یعنی قابل ردیابی نیست که بشه جلوشو گرفت. اما در نظام های ایدئولوژیک و فاشیستی اینطور نیست. آزادی فکر نمیتونه باشه وقتی سانسور مزمن حاکم باعث میشه مردم خود سانسوری کنن، به هم دروغ بگن برای حفظ جان و مالشون. نویسنده و شاعر و فیلمساز باید فکرش رو سانسور کنه تا بتونه اثرش رو منتشر کنه تو نظام مقدس. اینا یعنی آزادی فکر. خود سانسوری که همه میدونن تو ایران چقدر رایجه و نمیتونه نباشه، یعنی هدایت کردن فکر در مسیر خواست نظام سیاسی حاکم. کدوم نویسنده و شاعر و خواننده و فیلمساز و تئاتریه که بگه من برای تطبیق دادن اثرم با شرایط حاکم خود سانسوری نمی کنم؟ کدوم آدمه که تو تاکسی نشسته و داره علیه حکومت صحبت میکنه، گله گذاری داره میکنه از وضعیت واقعی زندگی روزمرهش، به محض اینکه احساس میکنه راننده یا نمیدونم یا آدم دیگه که تو تاکسی نشسته یه خود مشکوک میزنه، خود سانسوری نکنه، زود حرفش رو عوض نکنه، از آقا امام عصر دفاع نکنه، امام خامنه. این یعنی آزادی فکر. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی بیان هست. من هیچ کاری به قتل نویسنده ها در دهه 70 نمی کنم، به سعیدی سیرجانی که به دلیل انتقاد از خود شخص امام خامنه‌ای وحشیانه کشته شد، هیچ اشاره‌ای به ستار بهشتی و بقیه جوانایی که فقط به خاطر چند خط نوشتن تو وبلاگ شخصیشون گرفتینشون و وحشیانه کشتینشون، اشاره‌ای نمی‌کنم. هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم به حبس اصلاح طلبای حکومت خودتون و آدمایی مثل مهدی خزعلی و روزنامه‌نگارایی که پرونده‌های حبس طولانی مدت دارن فقط به خاطر بیان عقیده‌شون. به فهرست بلند نشریه‌های توقیف شده، کتابای مونده تو اداره سانسور وزارت ارشاد، به تظاهرات دی ماه 96 که مردم فقط اومدن بیرون خواستشون رو بیان کردن و به قول وزیر کشور خودتون در بیش از 100 شهر مردم اومدن به خیابون و دقیق گفت وزیر کشور دیروز، گفت در 46 شهر درگیری شد. در 46 شهر درگیری مردم با خودشون کردن، شما زدینشون. این آزادی بیانه؟ در 46 شهر و چند تا جوون رو تو زندونا کشتین و گفتین معتاد بودن، دوا فروش بودن، داشتین دیگه. این همه میدونن اینا رو. اینا رو من هیچ کدوم اشاره نمی کنم. فقط یک سوال دارم، در صدا و سیمایی که مستقیما زیر نظر خود حضرت عالی است، غیر از مطالب و اخبار و فیلم‌های تنظیم شده بر پایه حکومت ولایی حضرت عالی، چرا هیچی دیگه پخش نمیشه؟ چرا حتی اسم آدمام تو صدا و سیماتون گزینشی گفته میشه و اسم خیلی از مشاهیر ادب و فرهنگ معاصر ایران باید سانسور بشه؟
چرا فقط شعر و ادب زمان عنصری از جدی تو صدا و سیما پخش میشه؟ شاعرها و نویسنده ها و فیلمسازهای دربار خلیفه فقط تو این تنها تلویزیون مجاز کشور حضور دارن، چون آزادی بیان هست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. آزادی انتخاب هست. آزادی انتخاب اگر بود که اینقدر داد آزادی انتخاب پوشش در ایران شما رو رسوای عالم آدم نکرده بود تو دنیا. آزادی انتخاب اگر بود که این جنبش دختران خیابان انقلاب را نمی افتاد. آزادی انتخاب اگر بود که هیچ تبعیض آقازادگی و آخوندی و جنسیتی وجود نداشت. آزادی انتخاب اگر بود که هر کس میتونست هر دین و عقیده‌ای میخواست انتخاب بکنه. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. ببینیم بعضی یه جوری حرف میزنن و در موقعیتی قرار دارن که بقیه واقعا فکر میکنن که شاید خودشون اینجور فکر کنن که بقیه فکر میکنن داره دقیق و درست حرف میزنه. حضرت امام خامنه یا فکر میکنه با دست کورا طرفه که دورورشن، یا واقعا جهالت میکنه، خودشو به جهالت میزنه. عقیده حکومت چیه؟ حکومت عقیده منده، حکومت ایدئولوژیکه. از آغاز بگیم عقیده حکومت چیه؟ آنچه مذهب رسمی اعلام شده، شیعه اثناعشری تحت زعامت ولی فقیه. اگر کسی اینو قبول نداشته باشه چی؟ سیاسی هم نباشه، علیه حکومت هم چیزی نگه، فقط اعتقاد به آنچه رهبر معظم دارد نداشته باشد، آزاده. حتی از حق زندگی کردن محرومش میکنی، کار نمیذاری بکنه، تحصیل نمیذاری بکنه. ببینین، گفتم یک مثال یک نمونه. این سند رو ببینین، این درباره بسته شدن، در واقع در پاسخ دادخواهی آقای پیام ولی شهروند بهایی که 10 سال از پلوم به محل کسبش تو نظرآباد میگذره. رسیدگی عادلانه رو مشروط به چی کردن نگاه کنید. به آگاهی میرساند به دلیل عدم ارتباط، اگه میتونیم یه بار دیگه این سند رو نشون بدیم خوبه. به آگاهی میرساند نام پیام نام خانوادگی ولی، کد ملی فلان، تاریخ ثبت شکایت فلان. به آگاهی میرساند به دلیل عدم ارتباط موضوع شکایت با وظایف سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به شکایت شما ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ توضیحات. اعتراض شاکی به مصوبه شورای تامین شهرستان است که چرا مغازه منو بستی، که ابطال آن صرفاً در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مضافاً این که شاکی اقرار دارد که از پیروان فرقه زاله بهاییت است که در هیچ قسمت از شکواییه براءت خود را اعلام نکرده است. یعنی دست از عقیدت بردار تا مغازتو وا کنیم، وگرنه نون نمیتونی بخوری. رهبر معظم در ادامه صحبت‌های گوهرباری که ازشون شنیدین به یک نکته بسیار مهم اشاره میکنه. در همه جای دنیا چهارچوب دارد. آزادی یعنی برخلاف قانون عمل کردن وجود ندارد. آزادی یعنی برخلاف دین و شریعت عمل کردن وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام گرفته از شریعت مطهر اسلام است. این هست البته. اینی که کسی توقع داشته باشد آزاد باشد برخلاف قانون عمل کنه، این منطقی نیست و این وجود ندارد. البته فرمایش درستی است. آزادی در چارچوب قانون. هیچ کاری نداریم که قانون شما خوبه یا بده.
اصلا هیچ کاری نداریم، باز کاری نداریم به این که همین که مذهب رسمی قانونیت داشته باشه در یک کشور، دیگه از آزادی عقیده نمیشه صحبت کرد. ایران قبل و بعد از انقلاب مذهب شیعه 12 امامی مذهب رسمی است در قانون اساسی. این یعنی چی؟ مملکت برای چی مذهب رسمی باید داشته باشه؟ برای اینکه شهروندهای کشور رو نه بر اساس اینکه ایرانیان شهروند اون کشورن، بر اساس عقیده شخصی و خصوصی و مذهبشون طبقه بندی کنه. قبل از انقلاب همین طور بود، بعد از انقلاب هم من کاری به عمل دو نظام ندارم، ولی قبل از انقلابم مذهب رسمی مذهب جعفری اثناعشری بود در قانون اساس، بعد از انقلاب هم همینطور متوقع و الان دارن عمل میکنن دقیقاً. برای همینه که شما لطف میکنین یه دو تا صندلی هم برای نماینده های مسیحی و کلیمی و زرتشتی تو مجلس میذارین که به عنوان ایرانی مثل بقیه هموطنانشون انتخاب نشن، تو انتخابات شرکت نکنن، به عنوان نماینده مذهب و عقیده فلان و بهمان اونجا باشن. از تو مذهب رسمی یه همچین فاشیزمی در میاد. حالا تو چارچوب همین قانون خودتون هیچ ماده ای بندی مصوبه ای قانونی هست قانون شده باشه ها، نه اینکه فلان فرمانداری برشته باشه امضا کرده باشه نوشته باشه یا فلان شورای تامین استان، هیچ قانونی هست که بگه مردم حتما باید بهایی نباشن تا بتونن کار کنن؟ هیچ جا در هیچ قانونی هیچ اسمی از بهاییت برده نشده که ممنوع کرده باشن زندگیشونو؟ اینجور مسائل چرا این کاره؟ چون اینجور مسائل آب بر میداره تو دنیای متجدد امروز، نمیتونی به صراحت بگی. بنابراین آخوند واگذار میکنه اینو به تفسیر و فتوای فقها، نه به قانون گذار، چون نمیشه آبروش تو دنیا میره. آقای شهروندای یک کشور رو تو به خاطر عقیده و اشتباه بردی تو قانون اساسی، میگی اینا از حق ندارن. اولین فقیهی که درباره حقوق شهروندی یکسان همه ایرانی ها فتوا داد آیت الله منتظری. اگر حتی میگم که بذاریم به حساب، بله این بذاریم به حساب اینکه باید فقیه تفسیر بکنه، این فتوای آیت الله منتظری است در پاسخ سوالی که فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشدند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردارند، همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند. ان شاء الله موفق باشید. حسین علی منتظری 25 اردیبهشت 87. دیگه فقیه عالی قدر که لقبش بود آقای منتظری که تمام نظام خطاب میکردن ایشون، این فتواش بود. اما رهبر معظم که میفرمایند آزادی عقیده هست و هر کی بگه نیست دروغ گفته، نظرشون اینه. همین استفتاء جدید مال فروردین 97، سوال از رهبر معظم: حکم معاشرت و معامله با شخص بهایی چیست؟ جواب: از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه زاله و مزله باید اجتناب نمایید. چرا؟ مگه خودت نمیگی که قانون مرز آزادی ها رو روشن میکنه؟ بر اساس کدوم قانون تو این حکم میدی؟ درباره ده ها هزار خانواده ایرانی اصلا کسی مگه دین و مذهب خودش انتخاب کرده؟ اکثر مسلمان ها شناسنامه مسلمان هن، مثل اکثر مسیحی ها و پیروان بقیه ادیان. آخه بر چه اساس این ظلم رو به خانواده های ایرانی میکنی تو؟ که باهاشون معاشرت هم نباید کرد. چرا؟ وقتی چون به دنیا اومده مثلا باباش بهایی بوده. به تو چه هستن؟ تو هم به دنیا اومدی بابات مسلمون بوده. ببینید جمعیت بهایی ها در ایران هیچ وقت روشن اعلام نشده، گرچه برای مثال دارین میبینین دیگه سایت های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی آمار بهائیان ایران رو در سال 90 اعلام کردن حدود 50,000 نفر که دروغه، ولی تخمین زده میشود که 200 تا 300,000 نفر این جمعیت فعلیه که در ایران ساکنن، بقیهشون فرار کردن از اگه تونستن از دست این وحشت. این جمعیت
200-300 هزار نفری فقط به دلیل اعتقاد شخصی و قلبیشون حق زندگی ندارن. از انقلاب 57 تا پایان سال 96، من یه چند تا آمار کوتاه بگم، زیاد بار حرفی نکنم. از انقلاب 57 تا پایان سال 96 202 نفر از بهائی‌ها به خاطر عقیده‌شون اعدام شدن. این آمار رسمی است. قطعاً اونایی که کشته شدن توسط دستهای حزب الله و این گنگایی که اینا خیلی بیشتر از 202 نفر آمار رسمی اعدام شدن، بهائی فقط به خاطر عقیده. بعد تبلیغات حکومتی همونطور که اسید پاش میفرسته تو خیابون برای اثبات رحمانیت اسلام علیه زنان، تخریب کننده قبرستون هم میفرسته قبرستون بهایی ها. تو همه شهرستان ها قبرستان ایرانیان بهایی رو خراب میکنن. قبرستان بهاییان تهران به کلی تخریب و ویران گشت و بر روی آن فرهنگ سرا ساخته شد. بله معنی داره ها، فرهنگ سرای جمهوری اسلامی بر روی قبرستان بخشی از جمعیت که به خاطر عقیده باید بمیره. باز داشتم که از فردای انقلاب ادامه داشته تا امروز به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام. اصلا تشکیلات بهایی وجود نداره، تشکیلات وجود نداره و بهایی اصلا اجازه دینی ندارن که فعالیت سیاسی و تبلیغ علیه نظام بکنن. یه سری بزنیم به سایت بهایی ستیزی در ایران، هزاران سند مصادره خونه و اخراج از کار و مدرسه و دانشگاه و مصادره اموال و ممنوعیت از عمل جراحی و اینا رو خواهید دید و باور خواهید کرد که رفتاری که با بهاییان در ایران میشه کپی برداری دقیق از رفتاری است که نازی‌ها و فاشیست‌ها با یهودیان در آلمان می‌کردن. اسفند 69 که امام خامنه ای یه سالی بود که جای امام خمینی رو گرفته بود و رفسنجانی رئیس جمهور بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسببه‌ای صادر میکنه. با سلام و تحیات فرقه بهاییت، چون دارای کمی مسببه شست با سلام و تحیات. آها خب، با عطف توجه خاص به اوامر مقام عظیم و شأن رهبری جمهوری اسلامی ایران یعنی خامنه‌ای، دائر بر آن که در این رابطه سیاست‌گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار باید بشود یا نشود، ما حاصل مذاکرات و پیشنهادات به شرح زیر جمع‌بندی گردید. توجه بکنید که این مصوبه که سال 85 هم روش تاکید شد، با همه نگاه فاشیستی که به بخشی از جمعیت مملکت داره، هیچ جایش نمیگه، الان اتکایش براتون میخونم، هیچ جا نمیگه ایرانیان بهایی باید از کار و زندگی محروم بشن. الف، جایگاه کلی بهاییان در نظام مملکتی. بدون جهت از مملکت اخراج نمیشوند، بی دلیل دستگیر، زندانی و یا مجازات نمیشوند. برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود. و بعد جایگاه فرهنگی، در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهاییان ثبت نام شوند، حتی المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند، یعنی مکتبی. در دانشگاه ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهاییان از دانشگاه محروم شوند. و جهت مقابله و از بین بردن ریشه های فرهنگی آنان در خارج از کشور پیشنهاد و طرح تهیه شود. همینجا با توجه به همین بند آخری که خوندم، از بین بردن ریشه های فرهنگی بهاییان در خارج از کشور، ببینین طبق گزارش سایت سازمان ملل در ژنو، تاریخ 15 ژوئن 2017 یعنی کمتر از یک سال پیش، جمهوری اسلامی ایران آزار بهاییان را حتی به میان حوثی ها، گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در یمن کشانده است و در آنجا هم بهاییان را بدون دلیل زندانی می کند. حوثی ها به تبع امام خامنه ای اونجا حتی با یارو میگیرن و زندانیشون میکنن، چون تو ایران تصمیم گرفته شده. باری ادامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. جیم، جایگاه حقوقی و اجتماعی بهائیان. در اختیار گذاشتن وسائل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت قرار داده میشود به ایرانیان بهائی، امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازه کار و امثال اینها، تا جایی که تشویق به بهاییت نشوند. در صورت ابراز بهایی بودن اجازه استخدام ندارند. پست های مؤثر مانند معلمی به آنان داده نشود. بعد زیر این مصوبه رهبر معظم نوشتن
همون مصاحبه که دیدین الان فیلمشو، نوشتن بسمهی تعالی مصوبه شورای عالی محترم کافی به نظر میرسد، از توجه و اهتمام آقایان متشکرم. امضا سید علی خامنه‌ای. خب این هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی. حالا بیای به این حکومت و به آخونده کلا بگی اگه فقط یکی از بندهای مصوبتون یک کشور دیگه صادر بکنه شما چه کار میکنه؟ مثلا همین بندی که خوندم، جهت مقابله و از بین بردن ریشه های فرهنگی بهایان در خارج از کشور فلان و بهمان، یک کشور دیگه بیاد مصوبه بده که جهت مقابله و از بین بردن ریشه های فرهنگی مسلمانان در خارج از کشور فلان و بهمان، چه کار میکنی؟ میگین تو دهن اون کشور میزنی. چرا شما میتونین بگین بقیه نمیتونن بگن؟ چون اسلام دین حق است و ما بر حقی. تشخیص با کیه؟ همه میگن ما بر حقی، همه میگن ما بر حقی، همه پیروان همه ادیان میگن ما بر حقی. کی گفته که شما یا باید همه رو وادار کنین مثل خودتون باشن یا باطلشون کنین؟ فقط در یک استان مازندران بیش از 100 مغازه رو پلمب کردن تا کلی آدم از نون خوردن بندازن، چون صاحب مغازه مسلمان نبود، بهایی بود. 41 مغازه کسب سال 95 فقط در ساری بسته شد. تازه این بستن مغازه ها بعد از یه سری آزار مداوم علیه این کاسبا بوده که شاید ول کنن برن یا رشوه بدن، مدام باج دائم بدن به حضراتی که لباس مقدس نیروی انتظامی رو پوشیدن. یکیشو فقط بگم محسن مونه، مال بهمن 94، از این آزار دارم میگم ها. ببینین آگاهی استان مازندران میاد پاپوش درست میکنه واسه بهایی ها تا بندازتشون زندان و مالشون هم صاحب بشه. میگه آقای نیما مهین بخت انواع سیستم های حفاظتی رو قاچاق کرده و ما گرفتیمش و بله. دادگاه تشکیل میشه، دفاعیات متهم که با برادرش که سالها در پاک دستی کار کردن قاضی رو وادار میکنه تبرئه‌اش کنه. یه آگاهی نیروی انتظامی هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، تبرئه شد دیگه. از این نمونه ها کم نیست، ولی خب این کارا جواب نمیده، به هدفشون نمیرسن. آقایون نیروی انتظام نظام مقدس و غیره و دادگاه و فلان به هدفشون نمیرسن، این کارا جواب نمیده، مغازه ها رو به کل پلمب میکنن. چی بود ماجرا دقیقاً در ساری در سال 95؟ از سال 80 ما این محله کسب رو اندازی کردیم، تقریبا چهارمین نفری هم بودیم که تو مازندران تونستیم فرمانه کسب این سیستم‌های حفاظتی رو بگیریم. بعد از اون بزرگ شما که اون موقع بعد از تقریبا یه چند ماهی طول کشیده بود تا تونستیم این فرمانه کسب رو بگیریم، هیچ مشکلی هم با این قضیه نداشتیم تا تقریبا سال 94. سال 94 توی سه مرحله مغازه اونو پلمب کرده بودن به جرم اینکه شما در روز تعطیلات رسمی تعطیلی غیر از تعطیلات رسمی کشوری محل کسب بتونه بسته. از سال 94 سه بار محل کسب رو پلمب کردن که بار سوم دیگه نذاشتن باز کنین مغازه هاتون رو تا حالا. خب دوبار اول چجوری چرا فک پلمب شد ولی بار سوم که الان 17-18 ماه گذشته نذاشتن مغازه رو باز کنن؟ دفعات اول که بعد از دفعه اول بعد از تقریبا 20 روز، دفعه دوم میشه که هلوش یک ماه این طور کشید و دفعه سوم الان نزدیک به 18 ماهی که ازش میگذره و هنوز پلمبه. تو دو دفعه اول از ما فقط یه تعهدی خواستن، نهایتا هم یه تعهد سنفی که آقا من قوانین نظام صحی رعایت میکنم و اینکه حالا هر وقت خواستم غیر تعطیلات رسمی کشوری مغازه‌ام ببندم بیام اطلاع بدم. خب تا اینجاش ما گفتیم آقا به خاطر اینکه ما یه حسن نیتمون رو به کشور و به جامعه و به اماکن نشون بدیم این کار رو انجام دادیم. بعد از این به این مرحله سوم که رسید پلمپ نفعه سوم، یه تعهدنامه جدیدی رو آوردن که اگر مضمونش به این صورت که خب این جانب حالا فلانی متعهد و ملتزم میشوم که قوانین نظام صنفی رو رعایت بکنم و در صورتی که قصد بستن محل کسب خود رو غیر از تعطیلات رسمی کشوری داشتم، یک هفته قبل به اداره اماکن اطلاع داده کسب اجازه کنم، در غیر این صورت طبق ضوابط و مقررات با من برخورد شد.
این برگه رو ما، این تعهدنامه رو ما رفتیم با چند تا از وکلای خود به صورت دادگستری و چند تا از قضات باشون مشورت کردیم، همشون گفتن که آقا شما آیا قبلا موقعی که می‌خواستن مغازشون کلون کنن برگه ای نامه ای چیزی آوردن بهتون بدن یا نه؟ گفتیم نه، ما اصلا هیچ چیزی به ما ندادن. مثلا محل کسب و کار من ساعت 7:30 بعد از ظهر کلون شد، 5:30 بعد از ظهر که همه جا تاریک بود، چون آبان ماه هم بود همه جا تاریک بود و دیگه کسی هم نبود مغازه کلون کرد. بعد گفتن که خب وقتی که این نام، این تعهدنامه رو از شما میخوان، یعنی این که اینا هیچ مدرکی از شما ندارن، میخوان با امضا کردن این تعهدنامه اثبات بکنن که شما خلاف کردید. و مسئله بعدی این که وقتی میگن که آقا شما متعهد و ملتزم میشوید، یعنی که تا الان در قوانین نظام شکل رعایت نمیکردید، حالا از این به بعد میخواید رعایت بکنید. و این که اون مورد بعدیش هم که مورد آخرش هم که من یک هفته قبل بیام اطلاع بدم، اصلا اومد و شما مریض شدید، نمیدونم یک عزیزتون فوت کرده، شما یک هفته قبل از کجا میدونید که میخواید مریض بشید که بیاید اجازه و اطلاع بگیرید؟ ما این موارد خدمت این دوستان اماکن اعلام کردیم، گفتن آقا منظورمون همون تعطیلات دینی شماست. گفتم آقا خب شما اینو بنویسید، یا حداقل همون جوری که قانون نظام صنفی رو تو مجلس می‌نویسن اینم شما ببرید تو صحن مجلس، بگین آقا اقلیت‌ها باید بیان از ما اجازه بگیرن. گفتن که نه، این برای ما بار قانونی داره. بار قانونی داره، این تناقض جمهوری اسلامی. از یه طرف قانون خودشون بهشون این اجازه رو نمیده که ایرانی رو هر کی باشه از نون خوردن بندازن، از طرف دیگه رهبر معظم فتوا میده که هر گونه معامله با بهایی حرام است. یعنی همون قانون خودمون هم کشک، بذاریم در کوزه. خب حالا یه سوال دیگه، آیا مراجعین و مشتری های این مغازه، این سوال دیگه، مراجعین و مشتری های مغازه هایی که صاحبشون ایرانی های بهایی هستن و پلم میشن الان، آیا این مشتری ها بیشتر بهایی بوده اند؟ یعنی آیا عقیده دینی بهایی ها تو چگونگی کسبشون در جامعه اثر میذاره که مثلا مسئولان انتظامی رو حساس بکنه؟ اکثرمون توی حتی کمیسیون های اتحادیه از ما کمک میگیرن. خیلی جاها با ما مرس، برای حتی خیلی از این دوستانمون که نجار بودن، حتی این میز و صندلی های اداره اماکن نیروی انتظامی رو اومدن دادن اینا درست کردن. یکی از این دوستان ما که نقاش رنگ نمیدونم تو استانداری رنگ فرمانداری رو اومدن ایشون ساخته بود و ما رفتن نقاشش بردن که کار کردن. خود من ماشین های نیروی انتظامی، ماشین های مال استانداری پلاکش عوض میکنم میارن جلوی مغازه من که من دزگیرش و آژیرش و ایراد داره درست کنم، که مثلا مواد مشخص بشه که این ماشین مربوط به ارگان دولتی رو میارن جلوی مغازه بهایی کاراش انجام میدن. عجب. آیا دفعه های قبلی هم که پلم کردن مغازه ها رو به همین دلیل تعطیل کردن که شما مغازتون رو در روزهای تعطیلی بهایی در روزهای محرمه به اصطلاح بسته بودین؟ دفعات قبلی هم که بوده بله، به همین عنوان تعطیلات بهایی مغازه رو بسته بودن. دفعه اولش تو اردیبهشت ما بود پلم کردن، دفعه دوم که تیر ماه بود پلم شد، ولی مثلا مغازه تعدادش کمتر بود. این دفعه که مثلا پنج تا مغازه بود که پلم، ولی در دفعه سوم که شهرستاری 41 مغازه رو پلم کردن، از این 41 مغازه یه نفرش همون روز اول فوت میکنه، تقریبا دو سه روز بعدش فوت میکنه. اون چند نفر دیگه مثلا یه سه نفرشون صاحب مغازه هاشون اصرار داشتن که ما حتما مغازمون رو میخوایم، اینا مجبور شدن که پروانه کسبشون رو ابطال بکنن و مغازه رو صاحب مغازه پس بدن. و مثلا از اون مثلا چند نفر دیگه شون که باقی میمونه کسایی بودن که اون اول بهشون گفتم این تعهد رو امضا بزنید، نگاه کنید ما از خیلی از شهروندهای مسلمان هم داریم تعهد میگیریم، چیز خاصی نیست، شما هم زیرش امضا کنید. که این دوستان امضا کردن بدونه که مثلا مشورتی کرده باشن. بعد از این ماجرا ما تازه متن تعهدنامه تونستیم پیدا بکنیم و به یه سری وکلا و قضات که نشون دادیم، خود اونها همشون اعلام کردن که شما این تعهد امضا نکنید، اینو با این تعهد میخوان برای شما پرونده سازی بکنن. چند روز تعطیلی سالانه دارین در آیین بهایی؟ کلا 9 تا روز در کل سال تعطیلات رسمی بهاییه که در طول سال پخشه. اولیش که مصادف میشه با عید خود نوروز، 3 تا تعطیلیش در اردیبهشت ماست که اول و نهم و 12 اردیبهشت ماست، 2 تا تعطیلی در خرداد ماست که 3 و 8 خرداده، یه تعطیلی در تیر ماهه و
کردم به حضور شما که دو تا تعطیل دیگه میفته توی حالا پاییز ما. اینجا میشه در فصل پاییز بین مهر و آبان معمولا جا به جا میشه. طبق قانون نظام صنفی هر مغازه‌دار میتونه 15 روز بجز تعطیلات رسمی کشوری مغازه‌شو ببنده. و عملا با این نقطه اگر ما حساب بکنیم که حالا اون اول عید نوروز هم بگیم آقا اون اگه حذفش کنیم میشه 8، یعنی عملا از 15 روز باز 7 روز هم بهای طلبکار میشن که تنبهایی مغازه‌دار باز 7 روز هم طلبکار هست از سیستم مثلا قانون دولتی. نونه دیگه روشن. چی میخواد این حکومت مذهبی از مردمی که دارن زندگیشونو میکنن؟ چی میگه اون رهبر معظم که آزادی در چارچوب قانون؟ این قانون. حالا مغازه‌ای که یه صاحب مغازه داشته 3-4 نفرم کارگر 17 ماه پلمب شده، یعنی 4-5 تا خانواده از نون خوردن افتادن، خرج مغازه بستر هم دارین، جواز کسبتون همچنان اعتبار داره یا اینکه اونم لغو شده و از کی جواز کسب گرفتین؟ سال 80 مغازه، در سال 80 مغازه داریم و از همون موقع پروانه کسب تونستیم براش بگیریم و تا سال 99 همین پروانه کسب اعتبار داره و اصلا خود نیروی انتظامی خودش مستقیما و اصلا نمیتونه هیچ پروانه رو ابطال بکنه، اون چیزی که تو خود قانون تعریف شده. و حتی یه نیروی انتظامی وقتی یه مغازه رو پلمب میکنه تو خود قانون نظام صنفی اومده که این مورد ضعف زمان داره و اون نمیتونه بیشتر از 6 ماه مغازه رو پلمب نگه داشته باشه، ولی الان نزدیک به 18 ماهی که هنوز این پلمب‌ها باورجاست. خب مغازه مال خودتونه، اجاره نیست. تو 17-18 ماه که بسته بوده مغازه خرج داره دیگه، چقدر ضرر دادین؟ تا کی میتونین مغازه رو بسته نگه دارین همینطوری؟ اون زمانی که ما مغازه رو خریدیم تقریبا مثلا 32 میلیون تومان اون زمان مغازه رو خریدیم. امروز یه چیزی هولوش مثلا 170 میلیون تومان قیمت مغازه است. درآمدی هم که متوسط در ماه مثلا در میومد یه چیزی هولوش 5-6 میلیون تومان در میومد. دوستانی که مثلا مغازه‌شون رو گذاشتن برای فروش یا جوازشون رو ابطال کردن که مغازه باز بشه، عملا این حق شکایت و حق بسرات پیگیری یا این حق زائل شده ازشون ساقط شده. یعنی عملا دیگه نمیشه هیچ پیگیری کرد، چون میگه که اینا از خودشون دفاع کردن تو دادگاه که مثلا این آقایون که الان شکایت کردن اینا که مغازه‌شون رو فروختن اینا شکایتی برشون وارد نیست. یا مثلا معرفی کردن گفتم این مثلا چند نفر اینا که اصلا اومدن جواز کسبشون رو باطل کردن، کسی جواز کسب نداره که مغازه نداره میخواد شکایت کنه. به همین صورت هم دادگاه به نفع نیروی انتظامی و مثلا چیز رأی داده و رأی این دوستان شکایتشون ابطال شده. واقعا امیدواریم که بتونین مغازه هاتون رو باز کنین، غرامت هم بگیرین. چیزی که باعث شده که ما امیدوار باشیم این پیگیری این قضیه رو خود قضات دیوان عدالت اداری بودن و یه سری از وکلا، اینها خیلی مصرانه به ما این پیشنهاد کردن که شما این کار رو انجام بدید. حتی دادستان خود استان مازندران و خود رئیس قوه قضاییه استان مازندران جزو کسایی بودن که اونها خیلی تاکید داشتن که شما حتما این کار رو بکنید، بذارید این مشکل برای همیشه حل بشه. اون دلیل اصلی که از دنبال این قضیه هستیم یکیش همینه، یعنی می‌خوایم این مشکل برای همیشه حل بشه، این احاق حق بشه، این حقوق شهروندی که از بقا مرفض این جامعه بهایی زائل شده حداقل برگرده. از 28 مغازه‌ای که همچنان پلمب درساری، 5-6 مغازه رو دادگستری حکم داده که باید باز بشه. برای اونایی که دادسرا حکم زده که مغازه‌شون رو میتونن باکنن، ببینین بازپرس نوشته که خوب کرده اداره اماکن که پلمب کرده مغازه بهایی رو، ولی چون صاحب مغازه سوء پیشینه نداره فک پلمب بشه. تاریخ مال کیه؟ من دقیقا بهتون بگم سریع. تاریخ مال این تاریخشو کی دیده از شماها؟ اون بالاست دیگه بابا، سال 95 اسفند 14-12-95. بله. الزام به اجرا چند روز نوشته تو این حکم؟ حد اکثر 10 روز، یعنی شب عید پارسال 96 باید مغازه وا میشد، هنوز نشده، 10 روزه باید وا میشد، بیش از 14 ماه وا نشد. قبل از اونم برج 5 سال 95 دیوان عدالت اداری حکم مشابهی زده بود برای همین مغازه،
هنوز اون حکم اجرا نشده. چرا؟ چون نیروی انتظامی زیر بار نمیره، گردنش کلفته، گردن مردم بدبخت هم از مون نازک‌تر. ببینید خب ما درباره ضرر مغازه و اینجوری صحبت کردیم، قرار عدم صلاحیت هم کاری نداریم. ببینید یه سوال دیگه، این سوال آخر از شما، مغازتون 17 ماهه که بسته است، تو این مدت سوال مشخص همینه، از کجا زندگیتون رو تأمین کردین؟ آخرین سواله. الان چیزی که هست خود همکارا و واقعا معروف همسایه های ما خیلی هاشون مغازه هاشون در اختیار ما گذاشتن، این کار رو میریم اونجا انجام میدیم، یا خیلی از مشتری ها بعد از اینکه شنیدن میگن آقا شما بیا خونه ما این کار رو انجام بدید، و عملا مثلا بکنی که بریم توی مغازه ما وایسیم، حالا خود مشتری ها یا همکارای ما این فضای کار رو در اختیار ما گذاشتن که ما بریم اونجا. یه حجم زیادی از ما مشتری ها به هر حال وقتی که میان میبینن فضا بسته است، در بسته است، کسی نیست، خب یه حجم زیادی از این عزیزان از بین مثلا موارد از مشتری رو از دست میدیم. نهایتا همین قضیه هست که امورات زندگی بگذره، و اونم من از واقعا از همکارا و هموطنای مسلمان واقعا متشکریم که اونها همیشه پشت این قضیه بودن و خیلی ناراحتن که این اتفاق افتاده. خب بریم تا فرصت داریم سراغ چند تا مغازه داره دیگه. من 14 سال این شغل داشتم، بعد جلوی بیمارستان نیمه شبان بودم، جلوی بیمارستان بودم و درآمدم خوب بود، بد نبود. یعنی بساط داشتین جلوی بیمارستان نیمه شبان یا جلوی مغازه جایی، یا چی میفروختین تو این 14 سال؟ من دکه داشتم، دکه همین خواربار فروشی کامبوجاد و نمیدونم دمپایی و پوشک و غند و چایی و همه چی دیگه. چند بار منو بردم به حساب اطلاعات و این چیزا، دیگه نتونستم موفق بشن، خودشون اومدن اونجا با دستگاه برش و همه این چیزا اومدن اینا همه رو تیکه پاره کردن و گذاشتم بالای جک بردم. کی این اتفاق افتاد؟ چه موقع؟ مال من زودتر از بچه های دیگه جمع کردن. الان درست 3 سال خورده که دکه من بسته، یعنی بردن دکه رو بردن. چرا؟ دلیلی که گفتن اومدن دکه رو ببرن چی بود؟ نمیدونم، گفت تو بیه مسلمان شد دیگه. گفتم آقا توی مسلمانی در چیکار میکنی؟ داری که روزی زن و بچه من قد میکنی، من بیام چیکار کنم اونجا؟ بیا با ما همکاری کن و نمیدونم چیکار کنم. گفتم آقا من چی همکاری کنم؟ من نه خلافی دارم، نه تریاکی هستم، نه شرابی هستم، نه چشم بدی دارم، نه دست کجی دارم. من پاهام درد میکنه، من مشکل حرکتی دارم، پاهام در مشهد و برای ساختمان افتادم پایین، اینم مجوز دارم، نامه دارم از طرف بهزاد خود رئیس بیمارستان، از شهردار، از شورای شهر، این نامه رو شما به من دادی، من از جای دیگه نگرفته بود. گفت نه تو باید بگی اینجا چیکار کنیم با من همکاری کنیم. گفتم من همکاری چی همکاری بکنم؟ چیزی که ندیدم بیام اینجا شهادتی رو نحق بدم؟ شما ناراحت نمیشین از من؟ 10 بار 20 بار منو بردن آوردن، دیگه نتونستم بسا موفق بشن، خودشون اومدن بسا ذکر با هوا برش اومدن خرابش کردن و گرفتن بردن. عجب، یه ساروی زحمتکش رو بهش میگن بیا با ما همکاری کن. بذاری من هیچ توضیحی ندم، میگه خودتون هر برداشت میکنیم بکن. بعد که موفق نمیشن این آدمی رو که روزی حداقل 12 ساعت پشت دکه کار میکنه جذب بکنن، میگن خب به خاطر اینکه معتقد به آیین بهایی هستیم میزنیم ناکارت میکنیم. از کجا شما تو این 3 سال و نیم از کجا خرج خانواده رو در آوردین؟ والا دیگه مجبوریه دیگه، من چیکار کنم؟ یه کمی ماشین داشتم، با ماشین میرم این ور اون ور، یکم خلاصه ایام زاب میکنم، پام درد میکنه، مشکل حرکتی دارم، من 4 طبقه ساختمان افتادم پایین، نمیتونم کار بکنم، کار سنگین اصلا نمیتونم. ولی خود دیگه به ضرب زور داریم پیش میبریم دیگه، چیکار کنیم؟ مجبورم. با مراکز مراجعش دنبال کردین؟ با اداره اماکن ریاست جمهوری قوه قضاییه؟ والا من خیلی دوندگی کردم، خیلی جهان نامه دادم، تا رئیس جمهوری هم نامه دادم، نامه دست خودشون رسید، متا جواب به من ندادن. گفتم آقا اگر من گناه دارم شما حق دارین، اگر من دست کاری دارم شما حق دارین، اگر ناموز مردم رو باز نگاه میکنم شما حق دارین. من باهایی هم، یه شهروند ایرانی هم، من خدمت کردم برای داخل جنگ اومدم خدمت کردم، 2 سال خدمت کردم، این وظیفه من بود.
ولی الان برای چی منو دارن اذیت میکنین؟ من دو تا بچه دارم، خرجشون بالاه، بعد کلاس ممتاز کلاسن، شاگرد اولن همیشه. الانم که مثلا میبینم بچه من پیش دانشگاه با معدل 20 قبول میشه. نمیدونم والا ما موندیم داخل دیگه، رای نداریم چیکار کنیم. ببینید یه نکته اشاره کردن ایشون که من یادم رفت بگم در طول برنامه، یه شهروند بهایی مثل شهروند مسلمون و مسیحی و کلیمی و غیره، مثل هر ایرونی دیگه ای، باید به دولت مالیات بده، باید سربازی بره اگه مرده، و به طور کلی هر وظیفه‌ای که حکومت بر دوش شهروند ایرانی میذاره باید انجام بده، مثل هر شهروند ایرونی دیگه، ولی حقوق یک شهروند ایرانی رو نداره، نباید داشته باشه. اینجوری عدالت در نظام مقدس. 11 آبان 95 بیش از 100 مغازه و محل کسب در استان مازندران میبندن به این دلیل که صاحبای مغازه بهایی هستند. به بعضی هاشون اختیاریه میدن، به خیلی هاشون اصلا اختیاری هم نمیدن. هیچ نامه ای نیومده بود، چیزی هم ما نگفته بودن، بعد یعنی برای من اینطور نشده بود، نه اینکه حالا جاهای دیگه نمیدونم، ولی برای من همچین به اصطلاح تذکری نیومده بود. بعد اینو یه دفعه مغازه به تعطیل بود، خودشون اومدن که کرایه رو پایین کشیده، من نبودم دیگه، بس تعطیل بود، من خونه بودم. بعد بدون اینکه خبری به ما بدن چیزی بکنن، خودشون کرایه رو پایین کشیدن، بلوکردن از طرف اماکن. خانواده این آقا و خانواده برادر ایشون که اونم همزمان بعد از 15 سال داشتن مغازه عینک فروشی کلمب شده، باید با فشار و بدبختی مضاعف زندگی کنن، چون عقیده دیگه ای دارن. امام خامنه ای فرمودن آزادی عقیده است، نه به قانون و حرف خودشون پابندن، نه حتی به تعهدنامه‌ای که میدن به مردم. همین تعهدنامه‌ای که صحبت شده اداره اماکن مازندران داده به بهائی‌ها که قبل از تعطیلی دینیشون باید یه هفته قبلش خبر بدن. البته دو بار از قبل بسته بودن، بعد از ما تعهد خواستن، از تعهدم ما گفتیم که تعهد میدیم که روز ایام محرمه که تعطیلات ما هست به شما اطلاع میدیم. اطلاع دادیم به اینا، یه هفته مونده به اینا اطلاع دادیم، بعد باز متاسفانه ما دوباره مغازه منو بستن. حالا میگم بهتون اینجور کلک‌های واقعا غیر انسانی رو، یک مغازه داره دیگه، یک نجار بعد از 32 سال نجاری تو مغازش تو کارگاهش، ساعت 9 بود همون روزی که تعطیل ما بود، اینا من خونه بودم، اتفاقا دیدم همسایه زنگ زد میگه آقا دو سه نفر اومدن مغازه شما رو دارم پلم میگم. من اصلا بیخبر بودم، یه دفعه دویدم اومدم پایین دیدم کسی نیست، مغازه پلم، بعد رفتیم دیدم اماکن اومد پلم کرد. قبلش هم هیچی براتون نفرستاده بودن؟ نه 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 اصلا، نه نامه ای، نه احضاریه، هیچ؟ نه نه هیچ. بعد هرچی هم دویدین جواب بهتون ندادن؟ بله. ما رفتیم دیگه، تا همه جا رفتیم، تا دفتر رهبری هم رفتیم، یعنی من و خانم هم تا دفتر رهبری هم رفتیم، تا رئیس جمهوری هم رفتیم، تا ستاد ناجا هم رفتیم، یعنی همه جا رفتیم تقریبا، اماکن کل کشور رفتیم، همه جا رفتیم، جواب ندادن. نه 62 سال بعد از 32 سال کاسبی تو نجاریش، یک آدم شریف زحمتکش دیگر که مغازشو پلم کردن. دو تا بچه دارم، دو تا دختر دارم حقیقتاً. البته یه دخترم که وارد دانشگاه شده بود، امتحان داده بود، قبول شده بود رشته معماری، بعد یه 3-4 ماه رفت دانشگاه، از دانشگاه اخراج شد به خاطر عقیدتی. بعد الانم که همینجور مغازه دوست رفقا و به قول من یه مقداری کارگری و یه مقداری همین ونانور دیگه، در هر صورت مشغولیم، به قول من یه لقمه نون حلال در میانیم برای بچه‌مون. دانشگاه بابل رشته معماری، خودشو که به این روز انداختن که باید روشو با سیلی سرخ نگه داره، به دخترش هم گفتن درست خیلی خوبه، ولی بخوای بیای دانشگاه و ادامه بدی باید دست از عقیدت بکشی. دروغ بزرگ آزادی عقیده در جمهوری اسلامی رو من نمیدونم چه کسی در ایران باور میکنه که رهبر معظم بعد از 5 دقیقه که برای شعار میدن میاد میگه. همه اون وعده هایی که تو دیوان عدالت اداری به بهائیان کاسب دادن، مثل همون حرفای خامنه‌ای درباره آزادی در ایران، همشو
حرف آخوندیست خلاصه، در عمل همشون یکی هن. ببینین صورت جلسه محرمانه وزارت کشور، استانداری مازندران، کمیسیون فرق و مذاهب 9895. فقط یک بندش رو براتون میخونم. ببینین تعهد نامه رو دادن به شهروندان بهایی، تهش نوشته یعنی دوتا مقرر گردید در صورت درخواست تعطیلی فلان فلان بهشون بگیم تعهد نامه رو امضا کنین، و دو مقرر گردید با درخواست تعطیلی مغازه ها از سوی فرقه ازاله بهاییت تا اطلاع ثانوی موافقت نشود. ببینین واقعا چقدر چی بگم، حق بازن، چندشنگیزن، چقدر ظالمن، چی بگم. اول تعهد نامه رو میدن میگن امضا کن، بعد خودشون میشنن جلسه میذارن میگن مقرر گردید با درخواست تعطیلی مغازه ها. باید بریم پرده آخر. در تیراندازی امام باقر صد برابر اونچه که تو کارتونهای هالیوودی آنچنانی میبینید که تیر پشت تیر به چوبه یه تیر میزنه تا پیکان ده تا تیر را زرای شما براتون میشکافد، متن واقعی این زره افسانه ایه، اما واقعش ایه. وقتی هشام ابن عبدالملک به امام باقر پیرمرد گفت تیراندازی بلدی آقا، میخواست حضرت کم بیاره. امام باقر اون دقت رو داشت که تیر پشت چوب تیر، هفش تا که زد صدای تکبیر تمام لشکر شام بلند شد که هشام ترسید گفت آقا بسه ثابت شد. بعد پرسید شما تمرین تیرانداز؟ فرمود تو جوونیام یه چند باری من تیر زدم. شب و روزگار خوش.